سلام میکنم به شما بینندگان گرامی تلویزیون کانال جدید، با این امید که خوب و سرحال باشید و فرصت داشته باشید پای برنامه گفتگو بشینید که من سیما بهاری تقدیمتون میکنم. ویدیو کلیپی در مدیای اجتماعی از زبان یکی از وابستگان رژیم پخش شده که صراحتاً از چشمانداز یک انقلاب صحبت میکنه، اونم نه هر انقلابی، انقلاب کارگری. اول این ویدیو کلیپ رو میبینیم با هم دیگه، بعد با یک سری سوالات میریم سراغ مهمون برنامه‌مون کاظم نیک‌خواه و از ایشون چند تا سوال میپرسیم. با ما باشید، ویدیو رو میبینیم بعد ادامه میدیم برنامه‌مون. مردانی به وجود اومدن که من از یک خانواده بسیار ثروتمند اومدم بیرون. ما پدرمون خوراک دام کشور مدرن ترینش مال ما بوده، مزرعه های مال ما بوده، کارخونجات داشتیم و من اصلا این چیزهایی که میبینم تا حالا ندیدم. من الان رفتم جاهایی رو دیدم که پول آسانسورش اندازه ثروت 30 تا کارگره، 40 تا کارگره. خب این تبعیضه و اینا پولای دزدیه. این بغض دیگه از گلوی کارگرا فرو تو نمیره و منجر به انقلاب میشه، منجر به انقلابات کارگری میشه. خر و خور دارن میخورن، خدمات مالیات نمیده، حسابای بانکی بهره میگیره بدون زحمت مالیات نمیده، طلا میخرن 25,000 تا 30,000 تا مالیات نمیدن، آپارتمان مسکن مالیات نمیده. کی مالیات میده؟ کارگرا. کی مالیات میده؟ کارمندا. و این اشرافیتی که من در ایران میبینم در هیچ جای دنیا نمیبینم. خدایا شاهد باشم، جلوی این دوربین شما گفتیم این پارتی های شبانه‌ای که من دیدم در هیچ جای دنیا من نمیبینم. خود من در سال 58 یک فرشته بودم، الان تبدیل به یک شیطان شدم. یک کشوری با این ثروت عظیم هر چی میدوزن تموم نمیشه. از دوره آقای دکتر احمدی نژاد اصلا دزدی علنی شد، دزدی علنی شد، همینجور ادامه داره، امتداد پیدا کرده اومده، امتداد پیدا کرده اومده. و دیگه سخته دیگه، میدونی معلم، معلم فقیر، کارگر رو میگیرن شلاق میزنن که اومده میگه حقوق من نمیده. اون کسی که حقوقش رو نمیده کاخ داره. نمیشه که هی بیه کارهای زشتی بکنی و بعد بیه به مردم بگی تحمل کنی. امضاهای طلایی ناموس این مملکت رو فروخته. این فقر مال تقسیم ناعادلانه ثروت. این امضاهای طلایی آتشیه که افتاده در یک نیستان، و یک نیستانی که از هر نیش خیلی صدای زیبایی بلند می شود داره صدای آتیشش گوش منو کرد میکنه. من رد میشم از این خونه هایی که می بینم. کاخ شاه در مقابل این چیزایی که اینا دارن می سازن صفره، صفر. صفره. در این مصاحبه شاهد باشید من گفتم روزی فقرا این خونه ها رو آتش می زنن. این بغض اجتماعی و این که گلوی به اصطلاح طبقات متوسط رو گرفته یکی از عوامل بازدارنده رونق در کشوره، چون این بغض تبدیل به یک کینه اجتماعی میشه. واقعا روزی که انقلاب شد یه دی من یادمه که میگفتن میریختن تو خونه ها، خونه ها رو میگرفتن و میشستن تو خونه ها و تو آپارتمان ها و میگفتن کی گفته اینا مال ایناست. من اون روز رو میبینم که این، یعنی بر من این روز روشنه که میبینم که این باستی هیلز رو یه دی میریزن میگیرن. یعنی من به عنوان کسی که خب ویدیو کلیپ رو دیدیم، اجازه بدید یک خوش آمد بگم به مهمون برنامه‌مون کاظم نیک‌خواه. خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگو. تشکر میکنم، با درود به شما و بینندگان عزیز. خب سوالاتی در رابطه با صحبت‌های این وابسته رژیم مطرح هست که باتون در میون میذارم. هممون شنیدیم که ایشون به عنوان دبیر کل خانه صنعت و معدن و تجارت علناً به خاطر فقر، به خاطر دزدی، به خاطر چپاول، فساد و غیره که در حکومت هست
از انقلاب و اون هم از انقلاب کارگری صحبت میکنه. چرا از درون رژیم ایشون همچین صحبتی میکنن، همچین مسئله مطرح میشه؟ ببینید، فقط ایشون نیست که از این نوع حرفا میزنه، مدت هاست، یه مدتیه که دوربری های رژیم، دستاندرکاران حکومت، سران حکومت از به اصطلاح بحث هایی میکنن که نشانه هایی از یه اوضاع جدید رو بیان میکنه. همین هفته پیش خامنه ای شروع کرد از مارکسیستا و صحبت کردن و اشارهش در واقع به کمونیست های کارگری بود، به ما بود. یکی همین دیروز پریروز یکی از اساتید دانشگاه تهران تو تلویزیون جمهوری اسلامی به کل جمهوری اسلامی و ارشادش اینا میگه یه مش لومپن اومدن سر کار، فقط لومپن ها سخن، حق سخنگویی دارن، تمدنی وجود نداره و حرفای از این قبیل. اینها دارد نشانه هایی از یک اوضاع، یک وضعیتی هست که هر کدوم دارن یک کوشش رو میگن. یکی از انقلاب کارگری میگه، یکی از کمونیست ها حرف میزنه، یکی هم از وضعیت در و داغون جمهوری اسلامی که یه مش لومپن و نمیدونم از این نوع حرف ها. یعنی حالا یادم نیست کلمات خیلی تندی رو علیه جناهای جمهوری اسلامی به ارشادش و اینا به کار میبره. ولی بحث سر انقلاب کارگری که این شخص ازش صحبت میکنه یک واقعیته که میشه تو خیابونا دید. شما وقتی به اعتراضات کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، نمیدونم بخش های مختلف طبقه کارگر و در واقع اکثریت جامعه هستن، زنان، دقت کنین میبینین هر کدوم پاشون رو بیرون میذارن، از آزادی حرف میزنن، از برابری حرف میزنن، علیه مذهب حرف میزنن، علیه سرمایداری حرف میزنن. و چون که این جامعه اسیر دست یک مشت سرمایدار به شدت حریص، بیره، جنایتکار هست که تو رأسش جمهوری اسلامی و بقیهشون هم همینطورن، یه مشت، یه اقلیت مفتخور حریص. و این ورش جامعه متحد شده که راه دیگری جز سرنگونی جمهوری اسلامی نیست، اون هم کل سیستم که جمهوری اسلامی پشتشه باید بره کنار، که عملا میشه انقلاب کارگری. میخوام بگم این واقعیت رو دیگه نمیشه کسی انکار بکنه. بله، خب فقر و فساد و این نکاتی رو که هم شما اشاره کردید، هم این نماینده رژیم داره حرف میزنه، چیز جدیدی نیست. میشه گفت به قدمت عمر جمهوری اسلامی این مسائل وجود داشته، یه مدتی داره اینجوری افشا میشه و بیشتر راجبش صحبت میکنن و علنی راجبش حرف میزنن. چرا امروز بیشتر از همیشه مسئله انقلاب مطرح هست؟ آیا یه نیروی هست که راه حل دیگه‌ای داشته باشه، ارائه بده و یه راه برون رفتی رو از این موقعیت بتونه پیش بینی کنه؟ چرا بر سر انقلاب توافق دارن؟ اصلا توافق دارن؟ ببینید، کسی که جامعه ایران رو تو 20 سال گذشته تا الان دنبال کرده باشه، تو ذهنش باشه، میدونه که اینجوری نیست که جامعه ساکت بود و یه مرتبه پرید تو انقلاب. جامعه معترض بود و این مدام ایستگاه‌هایی رو سر راه مردم گذاشتن، تو خرداد، نمیتونم، انتخابات آزاد، نمیتونم، و رژیم چینج، چیزهای از این قبیل، نمیدونم صدای من میپیچه برای خود، چیزهای از این قبیل رو مطرح کردن و یه عده رفتن پشتش، یه عده از اپوزیسیون راست و بعد بخشی از خود حکومت رفتن پشت این که این دوره ممکنه بشه اینجوری کار کرد، بشه نمیدونم آمریکا بیاد ما رو نجات بده یا با انتخابات آزاد، یا نمیدونم رضا پهلوی از رفراندوم عمومی صحبت کرد و چیزهای از این قبیل. اینها یه مدتی مردم رو، به اصطلاح بخشی های از مردم رو به خودش مشغول کرد و بعد مردم دیدن که اینها همه پوچ بوده، بیپایه است، چرندیاته. اگر راهی وجود داشته باشه، سرنگونی جمهوری اسلامی با قدرت خود مردم
و در رأسش کارگرا، چپا و کمونیست هاست. و این رو تجربه واقعی تو این 40 سال نشون داده، تو این 20 سال گذشته نشون داده. میخوام بگم به تدریج اون چیزی که ما 20 سال پیش از اول در واقع روش تاکید کرده بودیم که جمهوری اسلامی تمام جناهاش باید سرنگون بشن، یه دو اومدن گفتن این جناه اون جناه، یا دیگه مردم 88 تجربه کردن، سال 70 سال 98 اومدن گفتن اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تمام ماجرا. میخوام میگم این تجربیات پشت رسیدن جامعه به اینجاست و به جایی که خود جمهوری اسلامی هم داره بهش اعتراف میکنه. حتما توی سوالات بعدیم به این خیزش های مردم برمیگردم و میخوام که یه مقدار راجع به این تجربیات بیشتر صحبت بکنیم. اما یه اقدامی که معمولا حکومت ها دارن در کنار سرکوب دادن وعده وعید هست. وعده وعید میدن، سرکوب میکنن، سرپا میمونن. تا همین چند وقت پیش روحانی به قول مردم دارن میگن کلید در دستش بود برای اینکه اقداماتی بکنه، وعده بده، تدبیر بیاندیشه برای حل مشکلات. آیا بازم نمیشه با وعده وعید ادامه داد؟ چرا دیگه وعده وعید خریداری نداره؟ بله وعده وعید دارن میدن ولی به قول شما خریدار نداره، چون که اون رو هم تجربه نشون داده که جمهوری اسلامی امکانه هیچ گونه امتیاز دادن، رفرم کردن، اصلاحات کردن نداره و هیچ تمایلی به اون نداره و هیچ امکان به اصطلاح وضعیتش داغونتر و عقب مونده تر و به هم ریخته تر از اون هست که بخواد چیزی به مردم بده از خواستهای مردم رو. مردم آزادی میخوان، جدای مذهب از دولت میخوان، رفاه میخوان و یه جامعه انسانی میخوان. جمهوری اسلامی هیچ جناهش، هیچ بخشش، هیچ سخنگوش، هیچ به مثل مبلغش چیزی تو چنته نداره برای اینکه به مردم بده. نه اقتصادش کششی برای این کارا داره، نه سیستمش امکانی برای باز کردن در این وضعیت خفقان و سرکوب رو داره. در نتیجه مردم به این نتیجه رسیدن که باید این کل این حکومت رو کنار زد. هیچ راه دیگری نیست. بله. خب سرکوب معمولا به حکومت ها عمر دراز میده. به خاطر این ارگان های سرکوب درست میکنن، زندان درست میکنن تا بتونن سرکوب بکنن و عمر حکومت دیکتاتوری یا استبدادی و مستبد خودشون رو ادامه بدن. به همین جمهوری اسلامی 41 سال با سرکوب و با زدن و کشتن بالاخره عمر پیدا کرده و تونسته حکومت بکنه. آیا هنوز هم نمیتونه بازم وعده بده و منظورم اینه که سرکوب بکنه، سرکوب بکنه، به بند بکشه، اعدام بکنه و بازم دوام بیاره؟ سرکوب داره میکنه و همین که میگین 41 سال دوام آورده اساساً بخش زیادش از این زاویه است. ولی همطور که گفتم بالاخره جامعه هم بی تجربه نیست، یعنی اینجور نیست که جامعه در جا میزنه و اینا سرکوب میکنن یا تبلیغات و به اصطلاح موانعی رو سر راه مبارزه مردم میزنن. مردم رو آگاه تر میشن، متحد تر میشن و یک پارچه تر حرفاشون رو میزنن و راه های مقابله با سرکوب رو پیدا میکنن. از این نظر یعنی از این یک جنبه است که مردم متحد تر از قبل همیشه هستن، مردم روشن‌تر از همیشه هستن و یک طرفش اینه که جمهوری اسلامی هم کوچکتر شده هم به هم ریخته‌تر شده. همین الان نگاه کنید مجلس اسلامی تشکیل دادن، کل اون جناح تو خردادی که یه موقعی بالاخره داشت حکومت رو نجات میداد رو انداختن بیرون و بخشای دیگه از خود و حتی اصولگرایان رو. خب یعنی این نشون میده که و به علیه هم دیگه هر چیزی رو میگن، یعنی کشاکشاشون، دعواهاشون به حد اوج خودش رسیده که از درون حکومت دیگه کسانی از سرنگونی هم حرف میزنن. بنابراین هم جمهوری اسلامی به هم ریخته تر از همیشه است، هم مردم متحدترن و در نتیجه روند به این شکل پیش رفت. به هر حال دیکتاتوری داره هنوز کارشو میکنه، یعنی بالاخره جمهوری اسلامی سر پاست. یک روز بیشترم سر پا باشه زیادیه و به یمن
همین سرکوبه، ولی به نظرم واقعیت همین شواهدی که داریم میبینیم، جامعه ای که داره میجوشه از اعتراض و از متحد از این همه نظر، نشون میده که دیگه قابل دوام نیست برای حکومت دیگه. سرکوب همه دیکتاتوری هم تا ابد عمر نمی کنن. حکومت پهلوی بالاخره، اون پهلوی دوم 35 سال نمیدونم 37 سال عمر کرد، قبلش تا 20 سال عمر، تا 15 سال عمر کرد. میخوام بگم که اینجوری نیست که تا ابد عمر میکنه. جمهوری اسلامی هم دیگه به روزهای آخرش داره میرسه. برگردیم دوباره به مقوله انقلاب. معمولا وقتی که از انقلاب صحبت میکنیم، اعتراضات انقدر گسترده هست و به هم تنیده است، سراسری شده. اعتراضات بخش‌های مختلف مردم انگار که شده واحد. شما به نکته‌ای تو این رابطه اشاره کردید، مردم متحد و واحد هستند. آیا واقعاً گستردگی اعتراضات توی جامعه ایران اینقدر گسترده هست و به هم تنیده هست، یا اینکه ما شاهد فقط اعتراضات گسترده اما پراکنده هستیم؟ به چه صورت میشه دید اینو؟ من شخصاً فکر نمی‌کنم که، یعنی این ارزیابی ندارم که اعتراضات پراکنده است. یعنی به هیچ وجه پراکندگی نمیشه به این اعتراضات. ببینید، شما موقعی که کارگرها اعتراض میکنن، دانشجو ازشون حمایت میکنن، به شکلی شعارهای خودشون میبینن. بازنشستگان اعتراض میکنن، کارگران شاغل میان اعتصاب میکنن تو راستای همون اعتراض کارگران شاغل. معلم ها تجمع میکنن، باز بخشی از کارگران دانشجویان میان وسط و به شکلی سپورتشون میکنن، حمایتشون میکنن. یعنی و شعارها خواستها در واقع یکی داره میشه. درمان رایگان، بهداشت رایگان، نمیدونم آموزش رایگان و خیلی چیزهای دیگه و زندگی، منزلت، رفاه، اینها داره سراسری همه جا، حتی تو اعتراضات یه کارخونه کوچیک هم که مطرح میشه میاد جلو. بنابراین شعارها داره یکی میشه، حمایتها داره یکی میشه، اعتراضات داره یه جوری به هم حمایت میکنن و همدیگر رو جلو میبرن. و در نتیجه من فکر میکنم که ما مبارزات زنان، دانشجویان، کارگران، بازنشستگان، بخشهای مختلف جامعه رو که کنار هم میذاریم، چیزی که نشون میده یه نوع هماهنگی، همجهتی، همسویی است که و بسیار مدام بسیار نزدیکتر میشه به هم. و کاملا معلومه که فعالین و رهبران این اعتراضات با هم حمایت میکنن، با هم سمپاتی دارن و سعی میکنن که همدیگر رو تقویت کنن. این دیگه یعنی اتحاد، یعنی این یعنی همسویی. خب ما تجربه دو خیزش مردم رو برای سرنگونی دیدیم و داشتیم. آخرینش همین دی ماه و آبان ماه بود که ما می‌دیدیم مردم خیز برداشتن برای اینکه حکومت رو بندازن. از این تجربه ها، از این مسائلی که توی جامعه مطرح هست، چجوری میتونیم برای برداشتن قدم های بزرگتر و قدم های بعدی برداریم که بتونیم به پیروزی نزدیکتر بشیم و پیروز بشیم؟ ببینید، اشاره کردم که اگر سال 78 ما نداشتیم، سال 88 رو هم نداشتیم. سال 88 که مردم ریختن وسیعاً اعتراض کردن، در این حال هنوز یه جوری توهمی نسبت به یه جناح حکومت وجود داشت. تجربه‌ای که مردم ازش گرفتن اینه که تو اعتراضات بعدی دیگه جناح‌های حکومت رفتن کنار، یعنی گفتن اصلاح طلب و اصولگرا دیگه تمام ماجرا، و مرگ بر جمهوری اسلامی رو فریاد زدن. یعنی جامعه خودش داره درسای خودش رو میگیره از اعتراضات. تا مثلا به دیماه که میرسیم دیگه کاملا نابود باد حکومت اسلامی شعار داده میشه. برحال این یکی از درسای اساسی خیزش های تا کنونی هست. یه جنبه دیگه شم من اشاره کردم که یه دوره مردم بالاخره رژیم چینج وسط صحنه سیاسی ایران بود، یه دوره رفراندوم آزاد بود، یه دوره دو خرداد بود. همه اینها که ما از اول که میگفتیم کسی از اول میگفتیم کل جمهوری اسلامی باید بره،
و یک سری خواستهای روش تاکید میکردیم کمتر مردم توجه میکردن. امروز جامعه داره همون خواستها رو تو اعتراضاتش بیان میکنه، تو تجمعاتش بیان میکنه. به هر حال میخوام بگم که این تجربیاتیه که میشه گرفت. ولی خب موقعی که اگر بخوایم بشینیم از این اعتراضات و خیزش ها درسی بگیریم، اینه که جامعه یک پارچه تر باید روی خواستهای سراسری تاکید بذاره. ما مبارزاتمون همسو هست ولی باید متحدتر و پیوسته تر پیش بره. رهبران جنبش ها و اعتراضات علارغم اینکه زیر فشار زیادی هستن، میتونن با هم و در رابطه با حزب قرار بگیرن. حزبی که از ابتدا حرف امروز رو محکمتر روشنتر از همیشه زد. به هر حال میخوام میگم اینا رو میشه در موردش مفصل صحبت کرد. به هر حال ساعت ها میشه در مورد این تجربیات صحبت کرد، ولی من در حد اشاره که میخوام بگم همیناست که اشاره کردم. بله، خب حزبی که میخواد مردم رو متحد بکنه و به میدون بیاره برای انقلاب، برای سرنگون کردن حکومت، چه مختصات و مشخصاتی میتونه داشته باشه؟ آیا فقط سازماندهی و بسیج مردم؟ آیا سازماندهی اعتصابات و اعتراضات؟ یا چیزهای دیگه ای هم باید مد نظر باشه؟ میتونید به این بفرمایید؟ این هم موضوع هست که میشه مفصل در موردش صحبت کرد، ولی اگر من میخوام رو یک دو نکته تاکید بذارم، اینه که حزبی که بخواد مردم رو متحد کنه برای انقلاب نباید دنبال رو مردم باشه. ببینید تو جامعه یک عالم سنت های عقب مونده هست که از مذهب، از ناسیونالیسم، از قومگرایی اومده. بعضی جریانات به اصطلاح سعی میکنن به دهن مردم نگاه کنن، ببینن مردم اینجا اونجا چی میگن و تکرار کنن. به اینا میگن پوپولیست، بهشون میگن که معنیش یه مساوی فاشیسته. اینجا اونجا ترامپ یه نمونه شه، نمیدونم بوریس جانسون تو انگلیس نمونه شه. ولی حزبی که بخواد رهبر مردم باشه، باید رهبر مردم باشه. باید با جسارت تمام به مردم بگه که یه سری چیزها رو باید بذارین کنار. نمیشه ضد کارگر افغانی بود، ضد پناهنده نمیدونم عراقی بود، ضد به اصطلاح تسلیم شد به قومگرایی، تفرقه های قومی، مذهبی و غیر و غیر، و در این حال یه جامعه انسانی رو بهش دسترسی پیدا کرد. ما باید، این جامعه باید از شر جمهوری اسلامی و سنت جمهوری اسلامی، سنت مذهبی خلاص کنه خودشو، از سنت عقب ماندگی خودشو باید خلاص کنه. اگر بخواد خلاص کنه، حزبی که این رو نمایندگی میکنه باید با جسارت تمام بیاد جلو، به مردم بگه یک سری چیزا باید دور ریخته بشه. و ما این کارو کردیم و موفقم بودیم، موفق بودیم تو اینکه کنار بزنیم به اصطلاح عقب موندگی های مذهبی، سنت های عقب مونده ملی ناسیونالیستی، قومگرایانه و امثال اینها رو. و تلاشمون هم این هست که تو این جهت به اصطلاح محکم جلو بریم. در این یک جنبه مهم است. از نظر سازماندهی من فقط اینجا اشاره کنم که مهم اینه که ما بتونیم رهبران جنبش های اعتراضی، رهبرانی که مردم بهشون اتکا میکنن رو تو این حزب متحد کنیم. جامعه اینطور نیست که بی سازمان باشه. جامعه سازمان داره، ولی این سازمان ها باید به انقلاب، به جویبار عظیم انقلاب برای سرنگونی جمهوری اسلامی وصل بشه. از چه طریقی وصل میشه؟ از طریق اینکه رهبران این جنبش ها به هم متحد بشن و با حزب یکی بشن. تلاش ما این است یه هم حزب باید بتونه رهبران مردم رو تو خودش جمع کنه، به خودش اعتمادشون رو به خودش جلب کنه و اونها رو جلو بکشه و افکار پیشرو رو بهشون بده و ایرادات کارشون رو بهشون بگه. اینا نکاتیه که میشه توی این خلاصه گفت. بله، خیلی متشکر از شما کاظم نیکا. تشکر میکنم، ممنون از شما. بینندگان گرامی، گفتگوی ما رو میشنیدید با کاظم نیکا در رابطه با اینکه صدای پای انقلاب حتی به درون جمهوری اسلامی هم رسیده و سران جمهوری اسلامی هم از همین پدیده حرف میزنند. امیدوارم که بحث ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا
تا برنامه بعدی شاد و سربلند باشید.